فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که نماز خواندن در خانه چه حکمی دارد در حالی که مسجد نیز نزدیک است؟ نماز خواندن در منزل اگر منظور نماز نفل و سنت باشه، اولاتر این است که نمازهای سنت رو در منزل بخونند، اهم از نمازهای سنت قبلی باشه یا سنت بعدی باشه، اولاتر و بهتر این است که نمازها رو در منزل بخونند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خانه هایتون رو قبر نسازید، مثل قبر نباشه که در اونجا جایی برای عبادت و نماز نیست، بلکه در اونها برخی از نمازهایتون رو بروید در منزل بخونید. اگر در بحث نماز جماعت و نماز فرض هست، این شرکت در نماز فرض و نماز جماعت در مسجد این جز واجبات هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من تصمیم گرفتم که یک گروهی رو آماده بکنم، یک جوانان رو بگم که هیزم جمع بکنند، یک نفر رو هم دستور بدم که نماز رو اقامه بکنند، برمم در شهر مدینه کسانی که در خانه هاشون نماز میخوانند اونها رو آتش بزنم. این تهدید رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان اهمیتش هست و از این حدیث علما استدلال کردند که حضور در نماز جماعت و نمازهای فرض در مسجد این جزء واجبات است که باید شرکت بکنند. اما این بدمانی این نیست که نماز مرد که نماز فرض رو در منزل بخوند این جایز نیست. در این زمینه روایتی هست که میگوید که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، صاحب همسایه مسجد نمازش درست نیست مگر در مسجد. این روایت ضعیفی هست، از نظر سندی روایت صحیح نیست. در این زمینه که روایت صحیح وجود نداره که نماز فرد یا همسایه مسجد در خانه خود جایز نباشه، جایز هست اما واجب هست که برود در مسجد نماز بخونند و بنابر دلایلی اگر نتوانست که به مسجد برود و در منزل نماز خوند، این نمازش ادا می شود و فرضیت این نماز از عهدهش ساقط می شود، منتها از اون درجه نمازی که در مسجد هست 25 یا 27 درجه هست اون درجه به اون نمی رسد و فقط همون یک درجه ثواب به اون می رسد و انسان مسلمان باید کوشش بکند که عبادت همین عبادت هست، اینو در جایی انجام بدهد که ثواب بیشتری عایدش بشه.